امشب با آقای منوشهرمیر به مناسبت 60مین سالگرد تأسیس کشور اسرائیل، به سرگذشت اسرائیل و مسائل پیشروی این کشور و از جمله حضور جمهوری اسلامی در این معادله، آقای منوشهرمیر سلام، خوش آمدید. درود بر شما آقای بهارلو و درود بر همه شنوندگان و بینندگان و با سپاس از موضوع خیلی مهمی که امشب مطرح میکنید، نه به خاطر اینکه من در اسرائیل زندگی میکنم و در شهر اورشلیم مقیم هستم، بلکه به خاطر اینکه مسئله اسرائیل و نزاع فلسطینیان و عرب با این کشور یک مسئله مهم و سرنوشت ساز شده برای ملت ایران و همونطور که شما اشاره کردید در واقع این دیگه نزاع بین فلسطینی ها و اسرائیل نیست، نزاع حکومت اسلامی ایرانه با اسرائیل و از این نظر سپاسگزارم که امکان ندید که برخی مسائل رو ما امشب روشن بکنیم و به پرسش های بینندگان و شنوندگان در این رابطه پاسخ بدیم. آقای منوشهرمیر عزیز، اولا تبریک بهتون میگم برای 60مین سالگرد تأسیس اسرائیل. بعد چون الان شما فرمودید اورشلیم، میخواستم همین قضیه رو اول روشن بکنید، چون میدونید در ایران گفته میشه بیت المقدس، ما در همه متن انگلیسی در هر جا اورشلیم رو میبینیم، شما من بگید اصلا واژه درست کدوم است، اورشلیم هست یا بیت المقدس، اصلا فرق اینا چیست؟ اولا من قبول دارم که ما به اورشلیم بگیم بیت المقدس، چون کسی که میگوید بیت المقدس در واقع سند مالکیت اورشلیم رو میده به دست یهودیان، الان براتون توضیح میدم که چرا. ولی بیت المقدس یا به عبریش بیت همکداش، اون مکانی است در اورشلیم، تپه است که تپه بلندی است که حضرت داوود 3000 سال پیش تصمیم گرفت که در اونجا معبد مقدس رو بسازه، یعنی نیایشگاه یهودیان رو در اونجا برپا بکنه و حضرت سلیمان این نیایشگاه رو ساخت که بعدها خراب شد و اینجا رو به عبری بهش میگن بیت همکداش و به عربی بیت المقدس و بعدها به فارسی شد بیت المقدس. بنابراین کسی که میآید و اسم اورشلیم رو تغییر میده و به جای اورشلیم میگه بیت المقدس، در واقع تأیید میکنه که این مکان همون جاییست که حضرت سلیمان خانه خدا رو در اونجا بنا کرد و بنابراین مالکیت یهودیان هست. ولی کسی که امروز میآید و نام اورشلیم رو تغییر میده و به جاش میگه بیت المقدس، دقیقا مثل این است که بیاین نام خلیج فارس ایران رو بکنن خلیج عربی و این یک اشتباهی است که باید تصحیح بشه. با سپاس از این توضیح شما، حالا برسیم به حضور یهودیان در سرزمین اسرائیل. آیا واقعا یک مرتبه 60 سال پیش در وسط یک منطقه عرب نشین و فلسطینی یک مرتبه یهودیان و اسرائیل پیدا شدند؟ اجازه بدید که ما برگردیم به 4000 سال پیش، هنگامی که حضرت ابراهیم آمد و گفت ما چندین خدا نداریم، رفت بت‌ها رو شکست و گفت خدا یگان است. پروردگار بر ابراهیم ظاهر شد، گفتش که تو از اور و کلده که در بین النهرین هست برو به طرف کنعان، یعنی سرزمین امروز اسرائیل، و من این سرزمین رو به تو وعده میدم. و اگر میگویند سرزمین موعود، The Promised Land، منظورشون خاک اسرائیل که پروردگار یکتا اون رو وعده داد به حضرت ابراهیم و حضرت ابراهیم آمد اینجا و فرزندانش اسحاق و یعقوب در اینجا زاده شدن. بعد یعقوب به علت اینکه قحطی بود در سرزمین اسرائیل رفت مصر و یهودیان یا بنی اسرائیل مدت 400 سال در مصر در بندگی بودن. بعد حضرت موسی قیام کرد و آمد و گفت که شما فرزندان پروردگار نباید ستمگری و ظلم رو تحمل بکنید، و یهودیان بر فرعون خشم گرفتن و بر فرعون قیام کردن و حضرت موسی اونها رو هدایت کرد و برشون گردون به سرزمین پدریشون اسرائیل. در 2600 سال پیش امپراتوری بابل آمد و سرزمین اسرائیل رو تسخیر کرد، یهودیان رو به اسارت برد به بابل، ولی یهودیان هرگز اون احساس قلبی و اون تعلقات دینی و فرهنگی و
ملی خودشون رو با سرزمینشون فراموش نکردن و بعد حدود 2500 سال پیش کوروش کبیر ظهور کرد، امپراتوری بابل رو شکست داد و کوروش برخلاف امپراتورهای ستمگر گذشته گفت من تمام ادیان رو قبول دارم و به هر کس احترام میذارم و شما که یهودی هستید برگردید سرزمین خودتون، سرزمین اسرائیل رو از نو بنا بکنید و بیت المقدس رو دوباره بسازید. و کوروش کبیر نه فقط به یهودیان اجازه داد که برگردن، بلکه برای اینکه بتونن بیت المقدس رو دوباره بسازن، پادشاه دادگستر ایران به یهودیان پول و امکانات داد. بنابراین ما یهودیان بخش عمده ای از ادامه موجودیت ملی و قومی و فرهنگی و تاریخی خودمون رو مدیون پادشاه دادگستر ایران میدانیم و دورانی بود که اسرائیل، سرزمین اسرائیل، جزی از امپراتوری بزرگ ایران بود در مقابل مصریان. و بعد از میلاد رومی ها سرزمین اسرائیل رو به تصرف درآوردن، قلعه متسادا رو که پرزیدنت بوش از اونجا دیدن کرد اونجا رو تصرف کردن، یهودیان ناچار به خودکشی شدن اونهایی که در این قلعه بودن و حاکمیت یهود منقرض شد بعد از میلاد. ولی اون رابطه قلبی یهودیان با سرزمینشون هرگز قطع نشد، یعنی یهودی ها در هر نقطه جهان که بودن و هستن هر روز به سوی اورشلیم دعا میخونن و هر روز آرزو میکنن که بازگردن به سرزمینشون. بنابراین خلاصه بکنم، یهودیان اولین قومی بودن که به یکتاپرستی ایمان آوردن. یهودیان نخستین کتاب مقدس دنیا، کتاب تورات رو به بشریت هدیه کردن، تورات که پایه انجیل شد و تورات که اساس قرآن مجید هست.